با فراخبر با من یواس یاوش خوش آمدید در این برنامه. زخم ناسور نتایج انتخابات شوراهای ولایتی یا ناکامی آشکار دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی. با گذشت 6 ماه از برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی هنوز از نتایج نهایی این انتخابات خبری نیست. علت اساسی زی بوده که کمیسیون‌ها نتوانستن مدیریت درست کمیسیون‌ها و صداقت کمیسیون‌ها و یا کشخوری‌هایی را وجود داشته، اونجا روابط شخصی که در حکومت گذشته یا را مقرر کرده بودن با اساس همو روابط خشاق قومای از دوستان از مردم آوردن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هرکول شد. سلام و وقت شما بخیر. با گذشته 6 ماه از برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی هنوز از نتایج نهایی این انتخابات خبری نیست. قرار بود نتایج انتخابات شوراهای ولایتی در همین هفته اعلام شود، اما کمیسیون‌های انتخاباتی میگویند احتمالاً این نتایج هفته آینده اعلام خواهد شد. نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی باید هفتم ماه جوزا یعنی 4 ماه پیش اعلام شود، اما تا هنوز دقیقاً روشن نیست چه زمانی این نتایج اعلام خواهد شد، در حالی که جنجال انتخابات ریاست جمهوری با توافق سیاسی از راه برداشته شد. چرا کمیسیون‌های انتخاباتی پس از ماه‌ها توان اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را ندارند؟ محمد علی ستیغ رئیس دبیرخانه کمیسیون شکایات انتخاباتی و شریفه شیرزاد از نامزدان معترض شورای ولایتی کابل برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین. آقای ستیغ، چه دلیل است که تا هنوز با گذشت 6 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هنوز نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی معلوم نیست؟ به نام خدا با سلام خدمت بندگان محترم جناب شما و مهمان گرامی شما. ما هم به می تشویش هموطنان گرامی ما و نامزدایی که انتظار دارن که نتایج اعلان میشه، اونهایی که برنده است و بازنده هست، کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک است و تا جایی که امکان داشتن، تا جایی که تعلق میگیره در کمیسیون شکایت انتخاباتی، بسیار با فشار و متمرکز بالای نتایج بالای رستگی به شکایات که در پیوند به تقلبات و تخلفات شوراهای ولایتی صورت گرفته بود کار کردن. ما جلسات علنی داشتیم و خوب است که یک از کاندیدان معترض شورای ولایتی کابل در اینجا جناب خانم شیرزاد در اینجا حضور دارن. ما شکایاتی که مربوط در روز انتخابات می شود، با شکایتی که بعد از روز انتخابات یک زمان قانونی ثبت شده بود و حالا تمام چیز از اون زمان قانونیش آقای ستیغ گذشته، دیگه بحث قانون اصلا اینجا در این کاری که شما در حال حاضر دارین انجام میتین مطرح نیست. 6 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گذشته، با هیچ عنوان نمیتونین شما قناعت هیچ کس را فراهم بکنین که خب مصروف چه کاری بودین، چه شد؟ حالا 6 ماه گذشته هنوزم شما اعلام نکردین نتایج را. طولانی شدن مدت یک چیز است که واضح هست، ولی این عملا قانون شکنی هست. نه عملا اجازه... قانون شکنی است آقای ستیغ. قانون میگه که در قانون میگن که قانون میگه که کمیسیون شکایت انتخاباتی نمیتونه تا یک ماه بررسی رسیدگی به شکایات در آجندای کار خود نگیره، نمیتونه که بررسی نگیره. حالا چقدر گذاشتن؟ ولی اینه که رسیدگی به شکایاتی که در پی یک تقلب وسیعی که خصوصا دو انتخابات همزمان بودن و انتخابات ریاست جمهوری به دور دو رفتن و تفتیش 100% بود و وقتی که بخواهن کمیسیون شکایت انتخاباتی صندوق و محلات را قرنطین کنند، تفتیش کنند و با شماری کنه، هماهنگی کمیسیون انتخابات هم ضرورت داره. کمیسیون انتخابات باید صندوق را باز کنه و کمیسیون انتخابات باید از کارکرد خود درون دفاع کنه و کمیسیون شکایت انتخاباتی ایره با شماری و تفتیش کنه و تا این زمانی که بودن تا بسیار زمان پیشتر مون گونه که آقای ستیغ کی است مسئول 6 ماه از برگزاری انتخابات گذشته هنوز شما نتایج نهایی را ندارید؟ از این که نتیجه به طولانی کشید است که تقلبات زیاد بود، دو انتخابات همزمان بود و بسیار زمان بودن کمیسیون انتخابات به مطالبه کمیسیون شکایت انتخاباتی در جهت تفتیش و با شماره آرایی که صندوقایی که باید اونها با شماره میشدن تفتیش میشدن پاسخ داده نمیتونست. ما شما مامور رقم تلویزیون در جریان هست. به عنوان یک ناکامی جدی در کار هر دو کمیسیون انتخاباتی است. کمیسیون شکایت انتخاباتی تقصیر نداره، ما از موقف خود دفاع میکنیم به دلیل که شما دارین امروز نتایج را
ولی میفرستیم به کمیسیون انتخابات؟ انشالله فردا امی لحظه متمرکز. تو هنوز نفرستادین. پس در این صورت چگونه شما میگین که در کارتان موفق بودین؟ امی لحظه متمرکز کار روان هست و سر آخر ما. آقای ستیخ، سوال اینجا بود که شش ماه گذشته، ولی دقیق هست این مدت؟ یک انتخاباتی که شش ماه نتیجهش معلوم نیست، اینو شما چی عنوان میکنین؟ انتخابات به دور دوم رفت. انتخابات شورای ولایتی به دور دوم نرفت آقای ستیق، ولی حقت است این انتخابات به دور دوم نرفت. خب جناب سیاوش میخوایم به عنوان یک تجربه میخوایم انتخابات شورای ولایتی شش ماه پیش برگزار شد، انتخاباتش شش ماه بعد شما هنوز کارتان را پایان ندادین و نتایج را به کمیسیون انتخابات نسپردین. میپذیرین که واقعا این یک ناکامی است؟ حقیقت است که دو انتخابات همزمان بود و انتخابات شورای ولایتی این کاری که در افغانستان همونطوری سنجیده شده، این نمیتونه بهانه باشه برای که خب دو انتخابات یک جا بود نمیشه و کرد. و یک حجم کلان صندوقا که باید باشماری میشد و هماهنگ در وقت کمیسیون انتخابات میخواست باشماری کنه خودشون باشماری کردن، وقتی کمیسیون شکایت انتخابات میخواست باشماری کنه هماهنگی کمیسیون انتخابات در کار داره. شما دیدین که یعنی هماهنگی وجود نداره میان شما و کمیسیون انتخابات؟ هماهنگی وجود داره در زمانی که تفتیش 100 درصدی. پس شما چه دلیلی میارین؟ در زمانی که تفتیش 100 درصدی آرای ریاست جمهوری بود، کمیسیون انتخابات آمادگی نداشتن. یعنی شما به نوع آقای ستیق میخواین بگوین که ناکامی متوجه کمیسیون انتخابات است، نه از کمیسیون شما؟ ای خو نقش در برگزاری انتخابات ای که تقلب شد، خو یاله که نزدیک به 40 درصد تقلباتی که صورت گرفته مربوط به کارمندانی کمیسیون انتخابات است، یک گپ واضح است. و کمیسیون شکایت انتخاباتی، رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی صحبت کردن با رئیس کمیسیون انتخابات و حتی دیگان ولایات چی وجود داشت که یک اغماز وجود داشت که هماهنگی نمی کرد و مثل ولایت نورستان و کمیسیون شکایت انتخاباتی در یک تنگنای قرار گرفت که ما ملاحظه خود رسماً با کمیسیون انتخابات شریک ساختیم که ما چی میتونیم، یا اینکه اگر بررسی نشوه ما رای بدون بررسی باطل کنیم، ممکن خبت خطا شوه، اگر رای کاندید را که احتمال داره که او تقلب کرده است باطل کنیم هم، و حتی اگر ممکن که فیصله کنیم که در ولایت خاص 100 درصد آرای شورای ولایتی باطل و انتخابات بله از این ولایت اینطوری مشکل داره که شما میگین. خب اکثریت از بسیار ولایت ها مشکل داشتن، تعداد صندوق هم زیاد بوده. یکی از ولایت هایی که ما با چالش کشیدیم مثل ننگرهار بود که کاندیدای معترض و کاندیدای خودشان پیروز فکر میکردن می آمدن، حتی مسئله امنیتی برهم خوردن، کم به نظمی شدن، متوقف شد دوباره. یکی دیگه یک چالش داشت در اونجا کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخابات رو یاری نمیکرد با شماری، ولایت نورستان بود. خانم شیرزاد، شش ماه از انتخاباتی که شما به عنوان یکی از نامزدان وارد میدان شدین گذشته، هنوز نتایج معلوم نیست، چه زمان اعلام خواهد شد؟ نزد خود شما این انتخابات چه عنوانی دارد؟ به نام خدا ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان معظم ما و تمام دوستا و اعضایی که ما را سر که برنامه میبینند. اولا انتخابات 1393 16 حمل با مو میزانی که امو روز انتخابات به بسیار آرامی سپری شد، با مو میزان به اندازه آرامی امو روز جنجال ها و مشکلات خود در پی داشت. اول دلیل عمده و اساسی که شوراهای ولایتی همیشه در چالش مواجه میشن، شوراهای ولایتی دچار مشکل میشن، همزمان بودن انتخابات شورای ولایتی با ریاست جمهوری است. خب گلایه ما انتخابات ریاست جمهوری حل شده، ولی مسئله این انتخابات حل نشده. اعتراض ما بالای روند یا روشی را که کمیسیون در پیش داره، اعتراض ما بالای است. اولا کمیسیون انتخابات، بعدا کمیسیون شکایت. به این دلیل هر دو کمیسیون باید این مسئله را مد نظر می گرفت. زمانی که انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری هم زمان برگزار میشه، احیانا اگر انتخابات ریاست جمهوری به راوند دوم میره، سرنوشت شوراهای ولایتی چی باید شوه و چی تصامیمی در مورد از او باید گرفته شوه. ولی ما همیشه نباید قربانی ریاست جمهوری شویم. هرچقدر که در انتخابات ریاست جمهوری کشمکش ها صورت میگیره، با مو میزان آسیب بیشتر نامزدان شوراهای ولایتی میبینن. از انتخابات شورای ولایتی تا امروز شش ماه گذشته،
در این 6 ماه ما زمانی که در تاریخ 27 ثور باید نتایج اعلان می‌شدن، امی 3 روز به تأخیر رفتید. بعد از 3 روزی که اعلان شد، سرنوشت 10 کاندیدا در اوج تغییر کرده بود. به چه دلیلی؟ به دلیل تقلب بسیار گسترده، به دلیل از اینکه 250 صندوق تخیلی یا هوایی بگوییم یا بدون مدرک در اوج در کمیسیون انتخابات ایجاد میشه. اعتراض عمده شما خانم شیرزاد به چه است؟ چه کار نشده و چه کار شده؟ اینکه تقلب وسیع، آقای ستیق هم معترف هستند، خود شما هم میگین که شده. مثلا اعتراض عمده خود شما در کجا است؟ اعتراض عمده ما ای است که هر دو کمیسیون، بیشتر کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات، هم به نوبه خود در برابر کاندیدای شورای ولایتی بی تفاوت عمل کردند. با چه دلیل؟ دلیل عمدهش این است زمانی که تقلب بسیار گسترده صورت میگیره، مثلا در تاریخ 27 ثور باید نتایج اعلان میشدن، وقتی به تاخیر میفته سرنوشت 10 کاندیدا از طرف کمیسیون انتخابات تغییر میکنه، این خودش یک به حساب جفای بسیار کلان است برای مردم ما. چرا کسی را که مردم انتخاب میکنن او شخص دیگری هست، کسی را که کمیسیون انتخاب میکنه شخص دیگری است. یک مثلا در تنها مشکل دارم این 10 نفر؟ نه، در اینجا باید کمیسیون شکایات مداخله میکرد، با جدیت تمام مسئله را پیگیری میکرد، نیازی نبود که 6 ماه این مسئله طول بکشه. زمانی که ما این مسئله را دیدیم دست به اعتراض زدیم، خیمه تحسن ما هنوز هم ادامه داره، پا بر جاست، ما دست به تحسن زدیم و گفتیم که ما عدالت انتخاباتی میخواییم. ما به این خاطر این خیمه تحسن شما هم نتیجه نداشته. نه. چه بوده نتیجه کارش؟ نتیجه کار شش ما گذشته، کمیسیون ها هم بله. همچنان نتایج گم از در درونشان، شما هم در اون خیمه نشستین. خیر ببینید، ما تنها زیر خیمه ننشستیم. زمانی که ما خیمه خود برپا کردیم، افراد اشخاصی که در خیمه ما عضویت داشتن به گروه های مختلف ما تقسیم بندی کردیم و در کمیسیون شکایات یک گروه ما موظف بود که امروزه برن اینا را تحت فشار قرار بدن تا از کار ما بازخواست شود. و تیم دیگه ما در کمیسیون انتخابات، تیم دیگه ما با رسانه ها، تیم دیگه ما با مردم، ما چند تیم داشتیم. حالا نتیجه که بالای زمانی که ما رفتیم بالای کمیسیون شکایات، اینا در ابتدا برای ما گفتن که ما کارمند کافی نداریم، بعدن گفتن داریم. بله، ما سپاسگزار هستیم از کمیسیون شکایات، بسیار خوب همراه ما همکاری کردن در زمانی که ما بازشماری داشتیم. برای ما زمانی که محکمه علنی یا جلسه علنی از طرف کمیسیون شکایات دایر شد، برای ما گفت که شما مناطق یا مراکز یا محلاتی را که اولویت میتین برای ما لیست شبیتین. ما گفتیم ما خواهان بازشماری تمام آرای شورای ولایتی کابل، سراسر کابل هستیم، اولا از تمام افغانستان، بعدا از تمام کابل. و اینا گفتن خیلی شما در این صورت یک مقدار محلاتی را که اولویت میتین برای ما جدا بسازین. ما 992 محله در اولویت قرار دادیم که تقریبا 40% آرای کابل بود. در اینجا ما طرح و پلان و هدف خود داشتیم که چرا ما 992 محله انتخاب کردیم. و بازشماری شروع شد قبل از رمضان و بعدا یک مقدار وقفه آمد، کارشکنه ها صورت می گرفت، وقت خب در نتیجه صورت می گرفت. ولی در نتیجه بازشماری ما 2 هفته قبل ختم شد. باز هم ما بالای کمیسیون شکایات رفت آمد داشتیم، تحت فشار قرار می دادیم که باید این رسیدگی عاجل صورت بگیره. مردم بسیار دیر منتظر ماندن و مقسم بالای کمیسیون انتخابات. و این امروز از طریق کاندیدای معترض یک نماینده تعیین شد، یک نماینده هم از طرف کاندیدای برنده، که اینا فردا وقتی لیست در داخل کمیسیون میرن، وقتی وارد سیستم میشن رای، اینا در اوج حضور داشته باشن. حداقل اگر چند نماینده حضور ندارن، یک نماینده هم ممنون. حضور داشته باشن تا ما همون نتیجه را که اعلان میشه یک مقدار قابل قناعت باشه. آقای ستیق، واقعا بحث فساد، خود شما گفتین که یک تقلب وسیع صورت گرفته در انتخابات شورای ولایتی. حالا بمانه اون مسئله انتخابات ریاست جمهوری که با یک توافق سیاسی حل شده، به چه حد است این تقلبی که در انتخابات شورای ولایتی تا هنوز شما دریافتین؟ حقیقت است که انتخابات شورای ولایتی تحت سایه انتخابات ریاست جمهوری بود و از دید ناظرین ملی، بین المللی و حتی از تمرکز مسئولین کمیسیون انتخابات
تمرکز نظرشان مانده بود و با مو پشار و حساسیتی که چه داشت ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری داشتن یه نظر افتاد و طولانی شد. ما یافتیم چیز یک تقلب در روز انتخابات شده و حتی یک تقلب بعد از روز انتخابات شده. اینا رو مشخص تر بگوین. بله. در روز انتخابات که کردن؟ در روز انتخابات تقلب شده، هر کسی کردن بالاترین تقلب کارمندانی که مثلا انتخابات کرده بود، دومین کاتگوری که تقلب کرده بود پلیس ملی بودن، یعنی از کسایی که در تمامی حوزه ها و در دو انتخابات نزدیک به 40% تقلبات و که احتمال می داشت یافته که مثلا شکایت انتخابات بود مربوط به کارمندای که مثلا انتخابات بود و به کاتگوری دوم مربوط به پلیس بود و همچنان کاندیدا. یعنی در انتخاب یافته ما است، در کمیسیون شکایت انتخابات یافته است که در ارتباط با شورای ولایتی دو بار تقلب شده، یکی تقلبی است که در روز انتخابات و یکی حتی بعدا در کامپیوتر تقلب شده. یعنی جایی هست که کمیسیون انتخابات کرده دیگه قطعا. بله، کارمندای کمیسیون انتخابات کرده جایی بودن. در چه حد از این تقلبی که از سوی کمیسیون انتخابات صورت گرفته آقای صدیق؟ خب تقلب ما پیشتر گفتم تقلب وسیع است، یافته کمیسیون شکایت انتخاباتی است که در ارتباط با شورای ولایتی واقعا نتایج ابتدایی را آیا این تقلب وسیعی که میگین این برداشت و دریافت شما تغییر خواهد داد؟ خب تغییرات میایه. در چه حد از این تغییراتی که قرار است بیاید در اون فهرست ابتدایی که اعلام شده تا فهرست نهایی که قرار است اگر اعلام شود؟ برای که تقلبات پیدا کنیم و رسیدگی کنیم یکی شکایت شما گفتین که فردا احتمالاً نتایج را میفرستین به کمیسیون انتخابات. اینجا دیگه نتایج باید معلوم باشه برای شما. بله. یک شکایت ثبت شد، حتی بعد جواب تو وقت شکایت ثبت نشودن یک کاندید شکایت ثبت نکرده بودن پس اون یافته که تقلب شده. ما بر کاندید در یک جلسه علنی که شما حضور داشتین خانم شهرزادم گفت ما فرصت دادیم که هر جایی که احتمال داره که تقلب شده است لیست کنه و کل کاندیدای معترض امضا کنه، که جمله در کابل 991، پیشتر 992 گفت یک صندوق دوبار بوده، 991 محل هست. در اصل وقتی که بودن ما تفتیش و با شماری خود سرزمینا در کل ولایت جمله در کابل شروع کردیم و یافته های ای بودن که حتی جاهای بودن که در روز انتخابات نتیجه اگر تقلب شده اگر نشده چیز بوده و بعد از او وقتی که در نتیجه دایی برآمدن چیز دیگه بوده. بله. یعنی آقای صدیق، انتخابات ریاست جمهوری را آقای جانکری پادرمیانی کرد چند بار و اون مسئله حل شد. نیاز است برای انتخابات شورهای ولایتی هم آقای جانکری بیاین یک توافق سیاسی صورت بگیره؟ خب شما منتظرمون هستید. ما در توافقات سیاسی هیچ کار نداریم، یعنی نه توافقات سیاسی نه در مسائل دیالوگ ها و گفتگوه هایی که برون از خط که قانون او را ترسیم کرده کار دارن، نه در دولت مشارکتی ده هیچ کار نداریم. از ما فقط خط قانونی و خشک است که چقدر خدا توافق میده که چقدر میتونیم. ولی انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که شما به خط قانون روان نیستین. خب. هر دو کمیسیون انتخاباتی نماینده های مجلس عملا گفتن که به جرم خیانت ملی باید اعضای هر دو کمیسیون انتخابات محاکمه شوند. ادعاهای نماینده های محترم مجلس برای خودشان قابل احترام هست، برای ما هم قابل احترام هست، ولی هر کس نسبت به فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی گپ داره، گپ مستند داره. ما قبلا هر دو تیمه که اعتراض میکردم گفته بودیم، یالی همه کندارا میگم نسبت به فیصله هایشان، نسبت به خدا نخواسته در تقلب اگریست داشته باشه، در هر سی دستو شده نمی طریق طول نیوز که یک شبکه واسه و معتبر افغانستان هستم، ما امیل از صدا میکنیم، هر زمان از فیصله های خود ما چی میکنیم دفاع میکنیم اگر موردی خب باشه. در انتخابات ریاست جمهوری چندان رای تقلبی وجود داشت آقای صدیق؟ خب اون چه که وجود داشت، اون چه که برآمد در اعداد که میتونه شکایت انتخاباتی کار نداره. شما کارتان را نکردین. انتخابات پایان یافت، شما کارتان را نکردین. نمیدانین چندان رای تقلبی وجود داشت. خب وقتی که میتونه شکایت انتخاباتی میتونه قویان کار کنه که یک شکایت وجود داشته باشه، دو کاندید یا تیم ریاست جمهوری بتونه گام به گام در جهت حق دیابی، در جهت ابطال راههایی که باطل شده، راههای تقلبی کمیسیون شکایت انتخابات ریاست جمهوری. آیا همین قسم که حالا خاموش هستین در برابر انتخابات ریاست جمهوری که جنجالش پایان یافت و گذشت، آقای جانکری باید بیایه و این انتخابات هم با یک توافق سیاسی حالا نامزدان معترض را
خاموش بنشانه و شما هم خاموش خواهد نشستید. 100% یادتان است کمیسیون شکایت انتخاباتی سری کمیسیون انتخابات صدا کرد که کارتان، صلاحیتتان، کارتان پرونده ها را از سر میز ریاست جمهوری، معاونت ریاست جمهوری، ولی تنها حرف نمیتونه آقای ستیخ شما را از اون محاکمه تاریخی که برخی نماینده های مجلس گفته برهانه. این تنها حرف نمیتونه، شما صلاحیت دارین و این کارتان بود که نکردین عملا. ما هرگز نمیتونیم که شعار بدیم مثل بعض تیم ها سخنگوی تیم میمد، مثلا در تلو نیوز میگوید ما سند داریم که 5 میلیون رای تقلب شده. ما میگیم که این گپای عام خب شما کارتان را نکردین و برای مردم روشن نشد. آقای ستیوال سوال این است در مورد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی آیا معاملی در کار است؟ شما شنیدین یکی از نامزدان را که اعتراض داشتن گفتن که معاملات عملا در پشت پرده وجود داره میان این کمیسیون ها که نتایج روشن نمیشه. در هر جایی که معامله هست عام گپ نزنه. گپ کمیسیون شکایت انتخاباتی، خاص کمیسیون شکایت انتخاباتی است که عام گپ نزنه. برای ما بگن که در کدام صندوق، در کجا، چند رای در یک صندوق خاص، در کجا خدا نخواسته کدام کارمند کمیسیون شکایت انتخاباتی در تقلب دست داشته است که ما را هم کمک کنیم که ما به طرف مراجع عدلی و قضایی روان کنیم. گپ عام به درد نمیخوره. اینا که اعتراض دارن چی؟ آیا این حرف نامزدانی که خیمه تحسن زدن و اعتراض دارن اینها حرفشان پادر هوا است و مدرک و سندی واقعا وجود ما ندارن؟ مبنی بر اعتراض کاندیدای معترض کشور، از جمله کاندیدای معترض کابل در کابل 991 در سطح کشور، نتایج در سطح کشور مربوط افغانستان ما مبتنی به شکایات و اعتراضات از نو و لیست که داده بود ما در حضور مطبوعات در حضور از نو با شماری کردیم صندوق خورا. تو هنوز نتیجهش معلوم نیست. حالا خانم شیرزاد خواست مشخص نامزدانی که اعتراض دارن چی است؟ خواست مشخص نامزدان معترض شفافیت است، یعنی تامین عدالت انتخاباتی از طرف هر دو کمیسیون بخصوص شما باور دارین بر دو کمیسیون؟ کمیسیون انتخابات شما خوب خبر دارین که به حد در اوج تقلب و ضعف مدیریت وجود داشت که از حد گذشته. پس چگونه حالا شما سر این کمیسیون هایی که اینطوری اتهام میزنید؟ حل چی است؟ چاره ما چی است؟ چاره ما زمانی که دیدیم تقلب، زمانی که دیدیم بی‌نظمی، زمانی که دیدیم ضعف مدیریت، ما مراجعه کردیم در کمیسیون شکایات، در اونجا شکایات خود را درج کردیم، در اونجا اعتراض کردیم. اعتبار دارین بالای کمیسیون شکایات انتخاباتی که بتونه کاری بکنه؟ تو این روز ما گام به گام تعقیب کردیم کار کردی کمیسیون انتخابات و کار کردی کمیسیون شکایات. هیچ روزی نبوده که ما تعقیب نکرده باشیم، هیچ روزی نبوده که با اینا ما نشست نداشته باشیم. نتیجه چی؟ شما رضایت دارین از کاری که کمیسیون ها کردن؟ هر دو کمیسیون، هر دو کمیسیون، مثلا کمیسیون شکایات قبلا ما عرض کردم که با هر باری که ما مراجعه کردیم حداقل با ما یک نشست داشتن، با ما جواب می فکر میکنین کارهایشان مبتنی بر قانون انتخابات و قانون اساسی بوده؟ تا حالا کاری را که انجام داده هر دو کمیسیون امی انتخاباتی سال 1393 هیچ ماده قانونی وجود نداره که زیر پای نشده باشه، نقص نشده باشه. از سوی هر دو کمیسیون؟ بیشتر از طرف کمیسیون انتخابات بله. ولی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی؟ امی که کار به تاخیر میفته، امی که زمان میگذره، امی که به شکایات کمتر رسیدگی میشه. ما وقتی میریم میپرسیم، برای ما میگه که یعنی قدر مقدار کارمند ما امروز کم است، امروز فلان شخصی ما نیست، ولی با اون هم ما را میپذیرن. با صحبت ما با خصوص رئیس کمیسیون شکایات چیزی را که ما میگیم با حوصله مندی میشنوه که ایره ما. ولی تنها شنیدن کافی نیست، حالا نتیجه انتخابات بله شما تنها شنیدن کافی نیست. هدف ما انمیال نگرانی شدید خود داریم. مثلا فردا لیست از طرف کمیسیون شکایات میرن با کمیسیون انتخابات، ما واقعا نگران هستیم. از چی؟ نگرانی از این هستیم که زمانی که ما صندوق ها را بازشماری میکردیم 991 محل، در اینجا 95 محل مفقود الاثر بود. هرچقدر تلاش کردیم دو روز تعطیل شد از طرف کمیسیون انتخابات، فقط یک چند صندوق پیدا شد، یک صندوق از استالیف و یک صندوق از چی؟ اجازه بدین. در اینجا کمیسیون انتخابات ارقام و یک لیست عجیب و غریب را ارائه میکنن. یک لیست میارن به نام لیست به حالات قرنطین شده. قرنطین شدهش حرف در کجاست؟ چرا ما نگران هستیم؟ از یک محل که قرنطین میشه، 4 محلش قرنطین میشه، 2ش نمیشه. چرا؟
یعنی چه؟ لیست محلات احتیاطی، لیست محلاتی که بعد اضافه شده. خب اگر ما در مورد تقلب بگوییم، اگر ما در مورد عدم کارایی بگوییم، بسیار زیاد موضوعاتی هست که شاید از حوصله شما و برنامه شما بیرون باشه، ولی ما جدا نگرانی خود داریم. ما صمیمانه خواهش میکنیم، بازم از طرف هر دو کمیسیون خواهش میکنیم، از هر دو کمیسیون که لیست قسمی اونا اعلان بکنن که حق به حقدار برسانن. ممنون از شما. حداقل رای واقعی مردم مد نظر. آقای صدیق، حالا هیچ مادی در قوانین نمانده که شما هر دو کمیسیون زیر پا نکرده باشین؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی نمیتونه که در شکایت ها رستگی نکنه و ای که تا کی فیصله میکنه؟ مشخصا امین سوال را پاسخ بدین، هیچ ماده از قانون نمانده که شما زیر پا نکرده باشین. خب این قضاوت است، بمانیم انصاف. خب چیز است، ما با جناب خانم شهرزاد در گفتگوهاش احترام داریم و گام با گام با اینا بودیم، از نام خواستیم که شما ما را کمک کنید، با شما خوب نظارت کنید و اون چی که تغییراتی که با وجود اون چی که ما بررسی کردیم و نتیجه با شما این شد که حالا 6 ماه بعد از انتخابات معلوم نیست که چی شده. آقای در هیچ جای قانون انتخاباتی که 6 ماه نتیجهش معلوم نیست، اسمش چی میگذارین؟ در هیچ جای قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی نیستن که کمیسیون شکایت انتخاباتی در چند روز باید نتیجه اعلان کنه، باید بررسی کنه و رسیدگی کنه به شکایات. ولی ما جوزا باید شما اعلان بکنید. او تایملاین است، اما تایملاین شما اون زیر پا کردین، او تقسیم اوقات است، خودتون ساخته بودین زیر پا کردین، او رو مانع ساختیم. آقای صدیق، انتخاباتی که 6 ماه گذشت و نتیجهش معلوم نیست، اسمش چی میگذارین؟ هرچی که بگذاریم. نه انتخابات... اسمش چی میگذارین مشخصا؟ انتخابات نه سلام. این واقعا اسمش چی میگذارین؟ انتخاباتی که دچار مشکل بود، انتخاباتی دچار مشکل شد، میتونه مایه شرم هم باشه. خب از تقلباتی که وجود داره، ما پیشتر گفتیم که تقلبات در ارتباط با شوراهای ولایتی یک تقلبات وسیع بوده، یافته ما است، این میتونه مایه شرم هم باشه. هرچی که میگه کمیسیون های انتخاباتی. ممنون از شما. ما طرفداری از سیستم که عدالت انتخابات تامین شه. محمد علی صدیق، رئیس دبیرخانه کمیسیون شکایات انتخاباتی، و شریفه شیرزاد، از نامزدان معترض شورای ولایتی کابل، ممنون از شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتون. به مناسبت تولد 62 سالگی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، یک نمایشگاه نقاشی در مسکو برپا شد که در آن ولادیمیر پوتین به سبک قهرمانان یونان باستان به تصویر کشیده شده است. به گزارش پایگاه خبری راشا توده، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای اولین بار در 15 سال گذشته برای روز تولد خود مرخصی گرفت و به سیبری رفت تا استراحت کند و به شکل خصوصی تولدش را جشن گیرد. سال گذشته وی در سال روز تولدش در نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک بود و از طرف شینزو آبی، نخست وزیر ژاپن، هدیه گرفت و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، نیز برایش کیک تولد آورد. اما ابتکار جالبی که این بار وجود داشت، تصاویر هرکولی پوتین در میدان سرخ بود. در یکی از نقاشی ها سر آمریکا زیر پای راست پوتین است. در یک تصویر دیگر پوتین سر یک مار 9 سر را می برد که از دهانش کلمه تحریم خارج می شود. همچنین مردم مسکو بنری را در یکی از پل‌های روسیه آویزان کردند که در آن باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تیشرت بتن دارد که بر روی آن تولد پوتین را تبریک گفته است.